سر خط خبر. گلوله باران کیف و چند شهر دیگر اوکراین، مناطق مسکونی هم هدف قرار می‌گیرند. دور چهارم مذاکرات روسیه و اوکراین، این بار درباره عقب نشینی نیروهای روسی هم گفتگو می‌شود. رانش زمین در جاده چالوس، یکی از پرترافیک ترین راه‌های ایران، در آستانه نوروز بسته شد. و نگرانی از شروع فصل آتش‌سوزی در جنگل‌های کالیفرنیا، جاده‌ای که درختان سکویا از بین می‌روند. سلام، به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی خوش آمدید. با تنگ تر شدن محاصره کیف، پایتخت اوکراین، چند نقطه این شهر امروز هدف حملات ارتش روسیه قرار گرفت. حمله به یک آپارتمان 9 طبقه دست کم یک نفر را کشت و چندی نفر را زخمی کرد. در بمباران کارخانه ساخت هواپیماهای آنتونوف و ساختمانهای مسکونی اطراف آن هم دو نفر جان باختند. چند شهر دیگر هم گلوله باران شد. گزارش شده که نیروهای روسی با زدن مناطق شهری و مسکونی میخواهند راه را برای تصرف این مناطق باز کنند. کسری ناجی گزارش میدهد. تازه ترین دستاورد نیروهای روسی، آپارتمانی 9 طبقه که در ساعات اول صبح امروز هدف قرار گرفت در محله‌ای در شمال شرقی کیف. نیروهای روسی با هدف قرار دادن آپارتمان‌های مسکونی سعی دارند راه را برای ورود و اشغال شهر آماده کنند. این عمدتاً سالمندان هستند که در این آپارتمان‌ها هنوز زندگی می‌کنند. کسانی که جای دیگری برای رفتن ندارند. امروز اما اینجا تنها یک نفر کشته شد و چند نفر مجروح. این مرد فقط ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه را لعنت میکند. میگوید غیر از لعنت به او چیز دیگری برای گفتن ندارد. و این یکی از بمب‌هایی است که نیروهای روسی به طرف آپارتمان‌های مسکونی پرتاب میکنند. این یکی در شهرک چرنیهیو در شمال کیف دیروز که عمل نکرد. باز هم در شمال شرقی شهر کیف امروز یکی دیگر از محله‌هایی که هدف قرار گرفت، در نزدیکی کارخانه‌ای که هواپیماهای آنتونوف را می‌سازد. نیروهای روسی مناطق تحت اشغالشان را که اینجا به رنگ قرمز نشان داده شده هر روز گسترش می‌دهند. امروز گزارش‌هایی از بمباران در ماریوپول در جنوب، در دنیپرو در شرق، در خارکیف و در سومی در شمال رسیده است. مقاومت اما شکسته نشده. این رئیس جمهوری اوکراین در کیف، در فیلمی که دستگاه‌های دولتی منتشر کردند از ایادت او از مجروحان جنگ در بیمارستان نظامی شهر دیروز، هنگامی که او به چند نفر از مجروحان مدال شجاعت داد. خبرنگاران که از بیمارستان دیدن کردند از روحیه بالای مجروحان گزارش کردند، چیزی که ظاهرا رئیس جمهوری روسیه و رویان زیاد حساب باز نکرده بود. کسری ناجی، بی بی سی. نمایندگان ارشد آمریکا و چین امروز درباره جنگ روسیه با اوکراین ملاقات کردند. آمریکا به چین گفته که اگر به روسیه کمک کند برایش هزینه خواهد داشت. همزمان دور چهارم مذاکرات نمایندگان روسیه و اوکراین برگزار شده که گفته می شود نسبت به دفعات قبل سازنده تر است. سیاوش اردلان گزارش می دهد. مطبوعات آمریکا به نقل از مقامات آمریکایی که هیچ کدام نخواستن نامشان فاش شود، نوشتن روسیه از چین سلاح و مهمات خواسته. سپس جیک سولیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، در این مصاحبه رسما هشدار داد که اگر چین به روسیه اسلحه بدهد، برایش گران تمام می شود. واکنش چین. این اواخر آمریکا مشغول نشر اطلاعات غلط علیه چین در ارتباط با مسئله اوکراین است. مثل همیشه با اهداف مغرضانه. موضع چین در مورد اوکراین روشن است. ما همیشه نقش سازنده‌ای برای صلح و مذاکره ایفا کرده‌ایم. مقامات ارشد چین و آمریکا امروز در روم ملاقات می‌کنند. بار آخر که چنین ملاقاتی صورت گرفت، فضا دوستانه نبود. انتظار نمی‌رود این بار هم فرقی کند.
مخصوصاً که چینی‌ها در عین حمایت از مواضع روسیه با تکرار اتهامات سنگین روسیه رسماً آمریکا را به تولید سلاح‌های میکروبی در اوکراین متهم کردند، اتهامی که آمریکا مضحک خوانده. در این حال که کشورهای دیگر مشغول دعوا و رد و بدل کردن اتهام در مورد روسیه و اوکراین هستند، خود این دو کشور امروز برای چهارمین بار مذاکره کردند. فضای این گفتگو سازنده تر از مذاکرات قبلی توصیف شده. مذاکره کننده اصلی اوکراین قبل از شروع مذاکرات این ویدیو را همرسانی کرده بود. مذاکرات با هیئت روسیه تا چند دقیقه دیگه شروع میشه. موضع ما عوض نشده. صلح و آتش‌بس فوری، عقب نشینی تمام نیروهای روسیه. بعد از اینکه این اتفاق بیفته میتونیم درباره مسائل دیگه‌ای مثل روابط همسایگی و تفاهمات سیاسی حرف بزنیم. شاید چنین مطالباتی از طرف اوکراین امروز بلند پروازانه به نظر بیاید، ولی طولانی شدن مذاکرات امروز نشان می‌دهد هنوز برای قطع امید زود است. سیاوش اردلان، بی بی سی. Mr. President, it is more important than ever for all parties to recommit. جلسه سالانه سازمان امنیت و همکاری اروپا که در نیویورک و محل شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال برگزاری، موضوع نشست اوکراین هست. موضوعی که در روزهای گذشته از وقتی که روسیه تهاجم به اوکراین رو شروع کرد بارها در شورای عالی در شورای مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شده یه بار و همینطور در جلسات دیگه شورای امنیت سازمان ملل به بحث گذاشته شده. آخرین موردش وقتی بودش که روسیه درخواست کرده بودش که جلسه برگزار بشه به خاطر این که میگفتش که اوکراین داره به کمک آمریکا سلاح‌های بیولوژیکی میسازه که آمریکا و اوکراین رو تکذیب کردن. امروز هم این جلسه حالا داره برگزار میشه. تا حالا جلساتی که در سازمان ملل برگزار شده به نظر نمیرسه که نتیجه داده و دست کم مواضع دو طرف جنگ به نظر نمیرسه که تغییر کرده باشه. امروز این جلسه که الان داریم میبینید جلسه سالانه سازمان امنیت و همکاری اروپا است که داره در نیویورک و محل شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزار میشه. خب بذارید بیشتر صحبت کنیم درباره بحران اوکراین. علی سعدزاده، روزنامه‌نگار از فرانکفورت آلمان با ما هستن. آقای سعدزاده، شنیدیم که گزارش‌های مطرح شده که روسیه از چین کمک خواسته برای اینکه بتونه تهاجمش رو در اوکراین پیش ببره. چقدر ممکنه که این کمک از طرف چین اتفاق بیفته؟ امکان داره، ولی چین این منکر این حرف هست. خیلی هم با صراحت و حتی با عصبانیت رد کرده این مسئله رو که اصلا تقاضای کمک نظامی ازش شده از جانب روسیه. ولی واقعیت این است که غرب در یک تنگنایی قرار داره. اون چی که مسئله چین مطرح میشه، چین از نظر زبانی میگه که بایستی جنگ تمام بشه، بایستی تمامیت ارضی کشورها رعایت بشه، ولی عملا حاضر نیست حتی از نظر زبانی حمله روسیه رو به اوکراین محکوم بکنه. و همطور که میدونید حتی در سازمان ملل، در مجمع عمومی سازمان ملل هم رأی ممتنع به قطعنامه علیه روسیه داد مثل ایران. ولی از طرف دیگه چین نمیتونه 100% هم طرفدار ادامه این جنگ باشه، چون میدونی که به هر حال ادامه این جنگ وضع اقتصادی دنیا رو اولا بدتر خواهد کرد و چین خیلی رابطهش با دنیای غرب پیچیده هست و علایق اقتصادی زیادی در اروپا و آمریکا داره، بنابراین مایل نیست که این جنگ هم ادامه پیدا کنه. از طرف دیگه حاضر هم نیست که نقش میانجیگری ایفا کنه، با اینکه ظاهرا میگه که من حاضر هستم ولی نقش اینجا ایفاگرم نمیخواد باشه، چون به هر حال از نظر سیاسی همیشه اعلام کرده که روسیه متحد استراتژیک ماست. بنابراین هم غرب در یک مخمصه قرار داره که چطوری میتونه چین رو در حقیقت به طرف خودش جلب بکنه که لااقل به روسیه کمک نکنه که از زیر بحران ها، از زیر تحریم ها رد بشه. از این طرف چین نمیتونه که مایل ادامه این جنگ باشه و از طرف دیگر هم نمیتونه که مایل باشه که غرب ببره این جنگ.
الان نمایندگان چین و آمریکا در ایتالیا دیدار کردند. میدونیم که به هر حال چین به دلار وابستگی داره، از یک طرف روابط تجاری بزرگی داره با روسیه. چقدر ممکنه که بتونه از چه راههایی، در واقع چطور میتونه فشار بیاره، چه اهرم‌هایی داره آمریکا برای اینکه بتونه چین مانع کمک چین بشه؟ آمریکا میتونه شرکت‌های چینی رو تهدید بکنه که اگر شما وارد این جریان بشید که تحریم ها رو علیه روسیه دور بزنید، ما هم شما رو تحریم میکنیم. یکی از مشکلات بزرگی که روسیه داره اینه که 300 میلیارد ذخیره ارزی داره روسیه در خارج از کشور. بخش عمده از این ذخیره های ارزیش در بانک های چین هست و میخواهد به این ذخیره های ارزی که در بانک های چین داشته باشه دسترسی پیدا بکنه. آمریکا با اصرار زیاد داره به چین فشار میاره که نگذاره روسیه از این ذخیره های ارزش در چین استفاده بکنه. اهرم ها دارن، هم غرب اهرم های اقتصادی داره، ولی چین هم امکانات کمک به روسیه تا حدودی داره. همونطور که میدونیم به ایران هم در زمان تحریم کمک کرد یه جوری تحریم رو دور بزنه. این کمک ها میتواند به روسیه هم انجام بگیره، ولی ابعاد مسئله روسیه به مراتب بزرگتر از ایران هست. بنابراین چین واقعا بایستی دیر یا زود موضعش رو روشن بکنه که در این تنش بزرگ بین المللی که به وجود آمده در کجای کار ایستاده. ممنونم ازتون علی سعدزاده، تحلیلگر روابط بین الملل با ما. هبت الله آخونزاده رهبر طالبان در پیامی از اعضا و مقام‌های این گروه خواسته از گرایش‌های قومی، منطقه‌ای، زبانی و پارتی بازی پرهیز کنند. در این پیام از طالبان خواسته شده از اقداماتی که باعث ایجاد فضای بی‌اعتمادی می‌شود خودداری کنند. این پیام در حالی منتشر شده که بسیاری در مورد گزارش‌ها درباره دستگیری و کشتار بعضی افراد غیر نظامی که در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود ابراز نگرانی کردند. برای صحبت بیشتر در این باره همکارم داوود قاری‌زاده اینجا با ماست. بود به نظر میرسه که آقای آخوندزاده داره مشکلاتی اشاره میکنه که این گروه باهاش مواجه شده بعد از اینکه قدرت رو به دست گرفته. دقیقاً پیام مهمه است، از این جهت که به نحو تایید میکنه که در مخالفت های یا اختلاف های بین شبکه حقانی و شورای کویته که در واقع هبت الله آخوندزاده و رهبران دیگه که نزدیک به هبت الله آخوندزاده هستن عضو این شورا هستن و همینطور شبکه حقانی بروز کرده به وجود آمده، بر سر تعیینات بعض پست ها و مقام هایی که در ولایت ها هستن دو طرف ظاهرا درگیر شدن. و از طرف هم نشان میده که هبت الله آخوندزاده شدیدا نگران پیامد های ای اختلاف هایی که به وجود آمده هست بر سر پوسا و منصب ها و مقام های دولتی. در واقع میشه گفت که به اعتقاد بسیاری ها که ناظر اوضاع در افغانستان هستن یک نوع جنگ در گرفته بین شبکه حقانی و شورای کویت بر سر از اینکه چه کسی باید در چه جاهای مقام ها و پوسا های دولتی در اختیار داشته باشه. به طور مثال شبکه حقانی که رهبرش سراج الدین حقانی هست که وزیر داخلی طالبان هست، صلاحیتش تعیین والی ها و همینطور فرماندهان پلیس هست و اخیراً یک فرمانده پلیس قندهار که نزدیک به هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان بوده ایره برکنار میکنه و به جایش کسی را تعیین میکنه که نزدیک به خود شبکه حقانی هست. که بنابراین این مسائل، این مشکلات حکومتداری بهتر از بگویم که چون حالا طالبان که از یک گروه جنگی تبدیل به یک گروهی که باید حکومت داری کنن بدون تجربه هستن، تجربه ندارن، این با مشکلاتی که برخوردن نگرانشان کرده سخت که ای در واقع اختلاف ها ممکن است که بزرگتر شود که بعد حتی ممکن است باعث ای که طالبان چند پارچه و سرانجام از بین بره هم وجود دارن. و همینطور در این پیام به نظر میرسه که نگرانی هم داره درباره رفتار بعضی از اعضای گروه خودش. دقیقا میگه هر اقدامی که باعث بی اعتمادی شود، ایجاد بی اعتمادی شود، باید جلوگیری شود، چون شدیداً نگران است که این فضای بی اعتمادی و نارضایتی ها وقت اینا بیشتر شود و افزایش پیدا کنه بدون شک چالش بزرگ را برای طالبان ایجاد خواهد کرد. مثلا در ای اواخر ما شاهد جستجوی خانه به خانه بودیم که با واکنش ها و اعتراض های بسیار شدید و گسترده مردم روبرو شد و مردم شکایت داشتند که رفتارشان، برخوردشان با ساکنان مردم که همه غیر نظامی بودند خیلی خشن بوده و بی‌رحمانه بوده و همینطور بعض کارهای دیگی که بعضی ها گفتند که در واقع در مخالفت با زبان های دیگه به خصوص زبان فارسی است، مثلا حذف نام دانشگاه از
دانشگاه بلخ به طور مثال که تبدیل کردنش به واژه پشتو، اینا مسائل بودند که بسیاری ها میگن که به این نارضایتی ها دامن میزنه که خود از این هم باعث مشکلات زیاد در آینده برای طالبان خواهد شد. به همین دلیل این پیام فکر میکنم از این جهات مهم است که به نحوه گوش زد کرده به طالبان. آیی که چقدر طالبان گوش میده به این پیام مسئله دیگه هست، چون هنوز خود هبت الله آخونزاده رهبر طالبان هم هیچ وقت پیام صوتی یا ویدیویی منتشر نکرده، کسی ندیدیشه به جز یک عکسی که ما هم پیشتر پخشش کردیم و بعضی ها حتی شک و تردیدهای مطرح کردن که ممکن است زنده نباشه. بنابراین در هر حال پیام های به این شکل نوشتاری بار بار منتشر کرده و این آخرین پیامش هم نشان دهنده نگرانی عمیق و شدیدش نسبت به اوضاع و آینده طالبان هست. ممنونم همکارم داوود قاری‌زاده اینجا با ما. خب متاسفانه الان مشکل فنی داریم و تصویری که میبینید ثابت شده روی برنامه. اجازه بدید که بیشتر صحبت کنیم درباره مسئله افغانستان و بعد بریم دوباره به اوکراین. داوود یه سوال دیگه میخواستم ازت بپرسم درباره این که گفته بودی که آقای آخونزاده خب برای خیلی یک چهره که شاید اصلا خیلی ندیده باشن، خیلی نمیدونن اصلا وجود داره یا نه، این مسئله این که الان چنین پیامی داده چقدر ممکنه در این صورت تاثیرگذار باشه از نظر این که بخواد این افراد گوش کنن به حرفش؟ یک سوال اصلی فعلا همین است که آیا واقعا گوش میدن نمیدن، چون اخیراً یک جلسه هم برگزار کردن، گفتن در قندهار، هبت الله آخونزاده گفتن در اونجا حضور داشته. البته از این جلسه عکس و تصویر و صدای هیچ چیز منتشر نشد و به همین دلیل شک و تردیدها در مورد از اینکه کجا هست، آیا زنده هست نیست هم بیشتر شد. و در این جلسه هم به احتمال خیلی زیاد و به گفته بعضی ها که نزدیک به شورای کویت هستند، در مورد اختلاف هایی که پیشتر ما در رابطه با او صحبت کردیم هم تصامیم گرفته شده بوده. خیلی ممنونم ازت همکارم داوود قاری‌زاده اینجا با ما. خب تصاویر خوشبختانه برگشته. بذارید نگاهی بکنیم به آنچه که در اوکراین امروز گذشته. یک بار دیگه محاصره کیف تنگ‌تر شده در پایتخت اوکراین. چند نقطه این شهر هدف حمله ارتش روسیه قرار گرفته. یک آپارتمان 9 طبقه بهش حمله شده که دست کم یک نفر رو کشته و چندین نفر رو زخمی کرده. همینطور یک کارخانه ساخت هواپیمای آنتونوف و ساختمان مسکونی اشرف اون هم بهش حمله شده که دو نفر در اونجا جان باختن. ادامه بدیم خبرها رو و بریم به ایران و اینکه ایران بار دیگه آمریکا رو مسئول وقفه در مذاکرات احیای برجام خونده و از مواضع روسیه در این مذاکرات تقدیر کرده. گفتگوها در وین هفته گذشته متوقف شد بعد از آنکه روسیه از آمریکا تضمین خواست که تحریم‌های تازه علیه این کشور به خاطر جنگ اوکراین به روابط نظامی و تجاریش با ایران لطمه نزند. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که درخواست روسیه باید در کمیسیون مشترک که برجام به بحث گذاشته شود. سعید خطیب‌زاده همچنین گفته که وزیر خارجه ایران برای گفتگو با مقام‌های روسیه فردا به مسکو می‌رود. من باید تأکید بکنم که آنچه که در وین امروز با بازگشت هیئت‌ها انجام شده یک تنفس و یک توقف کوتاه است. برخی از بن‌بست یا اتمام مذاکرات نام بردن که خب توضیح داده شد. همون شب هم من در یک پیامی برای مردم و برای شما عزیزان تشریح کردم که این تنفسی خواهد بود به درخواست هماهنگ کننده کمیسیون مشترک و هماهنگ کننده برجام. هیئت‌ها در پایتخت‌های خودشون به سر می‌برن. فروکاستن آنچه که در وین اتفاق می‌افته به یک یا دو عامل خب البته روشن کننده وضعیت نیست. ما الان در نقطه اعلام توافق قرار نداریم. اون هم به دلیل این هستش که برخی مباحث بسیار کلیدی البته محدود باقی مونده که اینها باید در واشنگتن تصمیماتش اتخاذ بشه. آنچه که طرح میشه در مورد درخواست روسیه کاملا رسمی، علنی و شفاف خود روسیه گفته، ما هم دریافت کردیم. این هم باید در کمیسیون مشترک بحث بشه، مثل همه درخواست‌های درست یا غلطی که هر کسی در برجام ارائه کرده. از روز اول طرف‌های برجامی در داخل برجام نکاتی را مطرح کردند که اون نکات در کمیسیون مشترک برجام مورد ارزیابی قرار گرفته. برخیش
مورد قبول واقع شده، برخیش رد شده، برخیش تعدیل شده. این هم هیچ چیزی خارج از اون درخواست‌های کمیسیون مشترک نیست. از حسین علیزاده دیپلمات پیشین در مورد موضع تازه ایران در قبال مذاکرات هسته‌ای پرسیدم. بذارید من از اینجا آغاز کنم که 11 ماه پروسه مذاکرات احیای برجام در جریان بود. به یک باره تیم‌های مذاکره کننده برگشتن، آقای باقری برگشت به تهران، یک توییت آقای باقری نزده، یک صحبت با موضع‌گیری آقای امیر عبداللهیان نکرده که اصلا چه شده این توقف به دلیل عامل خارجی که آقای جوزف بورل گفته. اون عامل خارجی چیست؟ موضوع چیست؟ این از یک سو که موضع ایران بسیار موضع مبهمی است. همه میدونن که روسیه پرونده اوکراین رو، جنگ خودش در اوکراین رو به پرونده هسته‌ای ایران گره زده. دیدید که آمریکا یک هفته فرصت داده. دیشب وزیر خارجه قطر به مسکو رفته، با آقای لاوروف مذاکره کرده و اعلان کرده که مسئله احیای برجام در مذاکراتش بوده، و فردا هم که قرار آقای امیر عبداللهیان به مسکو بره و مسئله احیای برجام. به عبارت ساده مسئله این هستش که ایران نیازمند است ولو یک ساعت زودتر مذاکره برجام رو احیا کند. تعبیر آقای خامنه‌ای است، تعبیر من نیست. ایران اصلا به نظر میرسه که الان منافع روسیه و روابطش با روسیه براش مهمتره تا برجام. نه، به عبارت دیگه اینطور بگیم، ببینید روسیه تحت شدیدترین تحریم‌های دنیا قرار گرفته. مثل اینکه فکر کنید کلید خانه شما دست دیگری است، اما روسیه اعتراض نمی‌کنه کلید خانه رو به من برگردونید، تحریم‌ها رو از من بردارید. میگه کلید خانه ایران رو از دست من نگیرید، تحریم‌هایی که بر من گذاشتید طوری نباشه که رابطه همکاری‌های من با ایران خراب بشه. ببینید چه سهم بزرگیه و هنگفتی، منافع بزرگ و هنگفت استراتژیکی رو روسیه در ایران داره که نگران تحریم‌ها علیه خودش نیست، نگران این است که تحریم‌ها رو منافعش رو در ایران به خطر نیندازه و گروگیری کرده، گروکشی کرده. واقعیت امر این هستش و این یک خفتی است، اون هم در آستانه سال نو و قرن نو که ایران وارد قرن جدید می شود، در حالی که مسئله استقلالش زیر سوال رفته. همونطور که گفتن مذاکره کننده ها وزارت امور خارجه. این که آقای خطیب زاده میگه که این یک توقف هستش و آقای جوزف بورل گفته که هیئت ها برگردن، خیر، آقای جوزف بورل کجا این حرف رو زده که من درخواست کردم هیئت ها بازگردن به کشورهای خودشون؟ چه ادعایی رو نکرده. مسئله این هستش که احیای برجام شده یکی از برگه های آقای پوتین در جنگ ناجوانمردانه که علیه اوکراین رو انداخته. حسین علیزاده توضیح میداد. در پی رانش بی‌سابقه زمین در جاده چالوس و بسته شدن آن، یک کارشناس محیط زیست به خبرگزاری ایسنا گفته این جاده حد تحمل خود را از دست داده. گزارش شده که طول شکاف زمین در مسیر چالوس 100 متر و اطراف آن 20 متر است. گفته می شود ساخت سد سیاه بیشه در کنار رود چالوس آبهای زیرزمینی منطقه را کاهش داده و باعث تشدید پدیده رانش زمین شده. ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست از اسلو پایتخت نروژ با ما هستند. آقای کرمی، 400 نقطه از استان مازندران ممکنه که همچین وضعی پیدا کنند، چقدر نگران کننده است؟ ببینید، این جور فجرای طبیعی زمانی نگران کننده میشن که به اصطلاح از نظر تاریخی و جغرافیایی بتونن یه روند معنادار پیدا بکنن. یعنی مثلا حالا یک رانش زمین در جاده چالوس رخ داده. خب اونجا جاده کوهستانی مرتفع پرترددیه، یه جاده خیلی عجیبه، یعنی از ارتفاع تقریبا 1000 متر نزدیک شهر تهران میره به ارتفاع 3000 متر، فرود میاد به ارتفاع صفر. یکی از شاید کم نظیرترین و سخت گذرترین جاده های دنیا باشه از این جهت. خب یه چنین جاده ای اصلا چیز عجیبی نیست توش رانش زمین رخ بده. اما اگر این رانش زمین ها در یک بازه زمانی مثلا مرتب تکرار بشه در یک حوزه جغرافیایی معناداری، مثلا پایین دست سدی که در بالا دست جدیدن ساخته شده، اینها به خاطر تکرار بشه، ما اون موقع میایم براش یک تعریف دیگری ایجاد میکنیم.
آن چیزی که الان رخ داده، آن چیزی که من از دور دارم میبینم، یک حادثه زمین شناختی ممکنه فقط همین باشه، ممکنه تکرار بشه، ممکنه جای دیگه هم رخ بده، اما به هر حال این که این قابل تکرار هست یا نیست رو فقط اون سازمان‌های مسئولی که میرن اونجا مطالعات میدانی انجام میدن میتونن بگن. اون گزارشی که شما بهش اشاره کردید، من نکات به چندان دقیقی توش ندیدم، از این جهت که مثلا یک سد یه جا ساخته شده، ما تصور کنیم حالا کل طول این جاده الان مستعد رانش زمین هست، یا از این رانش زمین نتیجه بگیریم که مثلا خب خیلی این جاده کل طولش خطرناکه، این جاده از جاهای خیلی مختلفی میگذره با شرایط زمین‌شناسی کاملا متفاوت. شما در این صورت سد سیاه بیشه رو فکر میکنید که تأثیری نذاشته در این مسئله؟ چون یکی از مسائلی هست که بارها در این گزارش بهش اشاره شده. نمیشه رد کرد، نمیشه تایید کرد، یعنی اینکه باید تکرار بشه، عرض کردم باید دید اینجور رانش ها در بالا دست سده، در پایین دست سده، اگه در پایین دست سده چقدر داره تکرار میشه، با چه شدتی داره تکرار میشه، که بتونیم از نظر جغرافیایی یک تعریف معنادار بدیم، وگرنه این یک رخداد در یک هر کدوم از اینها، یعنی که یک رانش زمین همیشه رخ میده، همیشه هم رخ خواهد داد توی یک جاده‌ای که از دو مورد دیگه ای که بهش اشاره شده، اینکه بار ترافیکی جاده زیاده و نیروگاه های برقابی که اونجا هستن تاثیرگذار بودن در این مسئله، در این باره چی میشه گفت؟ ببینید اونجا روزانه 40,000 خودرو داره رد میشه، منتها باز باید ما این تعریف رو داشته باشیم که این 40,000 خودرو بیشتر بوده، کمتر شده، و ما میگیم تحمل زمین شناختی اساسا این تعریف علمیش به چه صورت است و این چه ضریبی پیدا میکنه توی اون ناحیه‌ای که این رو پیدا کرده. من نمیخوام تکذیب بکنم اثر سد سیاه بیشه و یا اینکه به هر حال عامل انسانی، مثلا یک جاده‌ای که مرتب باید ازش مراقبت بشه، مرتب باید به اصطلاح و جایی که به اصطلاح پرخطر هست به سازش مستحکم بشه توسط انسان، اما اینکه بگم ما الان بگیم به مردم بگیم که کل این جاده خطرناکه یا از این جاده عبور نکنید یا اینها، خب نمیشه خیلی دقیق این صحبت رو گفت، باید منتظر اعلام نظر دقیق و کارشناسی سازمانهایی که بسا با خود میدان مطالعات رو در اختیار دارن، باید منتظر اون بمونیم حتما. خیلی ممنونم ازتون ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست از اسلو در نروژ با ما. خب به این ترتیب به پایان بخش خبر رسیدیم. عذرخواهی میکنم که ما مشکل فنی داشتیم و مخصوصا گزارشی رو که قرار بود پخش کنیم درباره آتش‌سوزی در جنگل‌های کالیفرنیا، به دلیل همین که الان ما نمیتونیم گزارشی الان پخش کنیم، این گزارش میفته. امیدوارم برای ساعت دیگه، وقتی که امیدوارم که این مشکل فنی حل بشه و بتونیم به روند عادی برنامه‌مون ادامه بدیم. ممنون که با ما همراه هستید. امید جلیلی، هنرپیشه و کمدین معروف و محبوب بریتانیایی ایرانی، مهمان من در برنامه این هفته به عبارت دیگر است. ارج جان، قربون شما، نوکر شما، چاکر شما، مخلص. ما تا حالا همچین مهمونی نداشتیم تو برنامه، درنچه فکر کنم این برنامه هیچ وقت نبودم. این برنامه معموله یک برنامه خیلی جدیه، با سوالهای خیلی سخت، خیلی چالشی و اینا. این برنامه را از دست ندهید. We'll be right back.
سلام عرض می‌کنم، باران عباسی هستم با خلاصه خبرها. با تنگ‌تر شدن محاصره کیف پایتخت اوکراین، چند نقطه این شهر امروز هدف بمباران ارتش روسیه قرار گرفت. حمله به یک آپارتمان 9 طبقه دست کم یک نفر را کشت و چندین نفر را زخمی کرد. در بمباران کارخانه ساخت هواپیماهای آنتونوف و ساختمان‌های مسکونی اطراف آن هم 2 نفر جان باختند. چند شهر دیگر هم گلوله باران شد. وزارت دفاع روسیه هم گفته 20 نفر در حمله موشکی ارتش اوکراین به منطقه تحت تسلط جدایی طلبان دونتسک کشته شدند. ادامه دور جدید مذاکرات نمایندگان روسیه و اوکراین که امروز شروع شده بود به فردا موکول شد. گفته شده دلیل توقف این دور از گفتگوها که به صورت کنفرانس ویدیویی برگزار شد مشکل فنی بوده. برقراری آتش‌بس و عقب نشینی نیروهای روسیه از موضوعات اصلی مذاکرات است. ایران بار دیگر آمریکا را مسئول وقفه در مذاکرات احیای برجام خوانده و از مواضع روسیه در این مذاکرات تقدیر کرده. گفتگوها در وین هفته گذشته متوقف شد بعد از آنکه روسیه از آمریکا تضمین خواست تحریم‌های تازه علیه این کشور به خاطر جنگ اوکراین به روابط نظامی و تجاریش با ایران لطمه نزند. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته درخواست روسیه باید در کمیسیون مشترک برجام به بحث گذاشته شود. سعید خطیب‌زاده همچنین گفته که وزیر خارجه ایران برای گفتگو با مقام‌های روسیه فردا به مسکو می‌رود. در پی رانش بی‌سابقه زمین در جاده چالوس و بسته شدن آن، یک کارشناس محیط زیست به خبرگزاری ایسنا گفته این جاده حد تحمل خود را از دست داده. گزارش شده که طول شکاف زمین در مسیر چالوس 100 متر و عمق آن 20 متر است. گفته می‌شود ساخت سد سیاه بیشه در کنار رود چالوس آب‌های زیرزمینی منطقه را کاهش داده و باعث تشدید پریده رانش زمین شده. تصاویری از سایت‌های وزارت ارشاد ایران منتشر شده که به نظر می‌رسد آنها هک شدند. در این سایت‌ها عکسی از رهبران سازمان مجاهدین خلق و پیامی از هک شدن آنها همراه با شعار علیه حکومت منتشر شده. امروز همچنین تعدادی از سایت‌های وابسته به وزارت ارشاد از دسترس خارج شد. کمتر از 2 ماه پیش هم برای لحظاتی از رادیو تلویزیون ایران صدا و تصویر رهبران سازمان مجاهدین خلق پخش شده بود. این بود خلاصه خبرها. برنامه بعدی آلمان 86 و بعدش کلی. We'll be right back.
Thank you.
بشنوید.